سلام می کنم به همه شما بینندگان گرامی. این ویژه برنامه انقلاب زنانه هست که من شیرین شمس به همراه دیگر فعالین انقلاب زنانه تقدیم به شما عزیزان می کنم. امروز جمعه ساعت 9 شب ایران، تقریبا حدود 9 شب ایران هست، ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم با خانواده آتنا دائمی که در واقع مقابل درب زندان قرچک ورامین هستند. خب اخیراً متوجه شدیم که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال اجتماعی و مدافع حقوق زنان که در بند زندان اوین بود، در بند زنان زندان اوین بودند، پس از اقدامات خشونتبار و حتی ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. در اینجا میخوایم گفتگویی داشته باشیم با پدر آتنا دائمی، حسین دائمی، و مادر این فعال اجتماعی، معصومه نعمتی، و در ابتدا اعلام همبستگی بکنیم با این عزیزان و بگیم که واقعا متاسف هستیم که چنین اقدامات خشونتباری رو با فعالین اجتماعی و سمبولهای مقاومت و مبارزه مردم ایران رو شاهد هستیم. سلام میکنم شما، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت گذاشتید در این برنامه. برای ما از آخرین وضعیت آتنا دائمی بگید و همچنین اگر اطلاعی دارید در رابطه با گلرخ ایرایی بفرمایید. بله، منم خسته نبودم خدمت شما خانم شمس. باید خدمتون عرض کنم که آتنای من خب همینجوری که میدونید نزدیک به 3 ساله که از حکم 5 سالشون گذشته. خدمتون عرضم که خب این مدت هم مشکلات خودش داشته. عزم بزرگ شما اون اتصال کذایی که صورت داد باز خاطر پرونده‌ای که برای خواهرش درست کردن و اون 54 روز اتصال قضایی که آتنا مجبور شد، یعنی به خاطر خواهرش تن بده و حتی آسیب هم ببینه، کیسه صفراشن که متاسفانه خارج کردن از بدنش. اون تا اونجای قضیه. بعد از اون اعتصاب قضا خب متاسفانه مسئولین، حالا نمیخوام اسم ببرم، به نوعی تقریبا به صدد در اومدن که یه جوری شکنجش بدن آتنا ایمانه، چون در واقع آتنا در به هیچ عنوان سر خم نکرد جلوی اینه مسئولین به اصطلاح نظام و حتی زندان، حتی دادستانی، یعنی یه جوری محکم و استوار روی اون موضع خودش، روی خواسته خودش پافشاری کرد و هیچ وقت نخواست کنار بیاد. بله. اخیراً هم که خب ایشونو احضار کردن در مورد یه پرونده به اصطلاح شخصی، یعنی یه پرونده یک به قول گفتنی شاکی خصوصی داشته. ایشون 3-4 بار احضارش کردن دادسرا که ایشون حاضر نشد، یعنی صلاح ندونست که بره شرکت کنه. وقتی کسی که حکم داره تو زندان حکمش میکشه و حلوش 3 سال هم هستش که از حکمش گذشته، گفته خب من لزومی نداره برای دادسرا، برای چی باید حاضر بشم؟ که اینجوری که میگن 2-3 بار به ایشون شفاهی اعلام کردن که شما باید دادسرا حاضر بشید، که ایشون حاضر نشدن تا همین روز چهارشنبه. مثل که البته قبلش هم خانم گلرخ ایرایی 1 بار رفته بودن. بله. اونجا هم فقط همین حدش گفته بودن که آقا یه شاکی خصوصی دارید، یه همچین پرونده برای شما درست شده، در همین حد. اونم نه مثلا نامه کتفی یا مثلا چیزی بهشون اعلام کرده باشن، نه، در حد شفایی. این تا اینجای قضیه. بعدش هم تا همین چهارشنبه آتنا بچه ها که خب توی زندان هم دیگه مشخصه، ظاهرا روز ساعت هلوش 6 بعد از ظهر میان به اینا میگن که شما باید آماده بشین که ما ببریمتون برای اجرا اکن. خب معمولا زندان اوین ساعت هلوش 4 بعد از ظهر که میشه دیگه کلن مسئولین کم کم میرن، یعنی هم مسئولین حتی اون رسمیاش و غیر رسمیاش تا حدودی میرن، تعطیل میشه اجرای احکام. من نمیدونم حالا قاضی کشی کم داره یا نداره، ولی در هر صورت اینا رو بردن دم اجرای احکام، میدونه خب بسته است، نه قاضی هستش نه قاضی کشی. اینا اینجا مقاومت میکنن، میگن خب شما برای چی بار خواستید برید اجرای احکام وقتی که الان بسته است؟ چه لزومی داره که ما باید اجرای احکام بریم؟ اصلا چرا؟ بله. به چه جرمی
شما نباید به ما چتری به ما بگید آقا جرممون چیه، به چه دلیل ما باید بریم اجرایی کنیم، که اینا یه مقدار مقاومت میکنن میگن نه حالا که اینجوری شده پس شما باید برید دوی الف خود اوین اونجا بازپرس میخواد از شما بازجویی کنه، اولوش 5 ساعت 6 ساعت هم شما باید توی انفرادی دوی الف باشید، که اینا مقاومت میکنن و در حسرت اینا رو میبرن توی انفرادی. یه 3 ساعتی از این قضیه میگذره، مجدداً دوتا خانم پاسیار یعنی همون مأمور زندان و دو سه تا مرد میان که یه جوری اینا رو میخواستن از همدیگه جدا کنن، یعنی گررخ و آتنای من میخواستن از هم جدا کنن، جدا جدا ازشون بازجویی کنن. بله. که اینا مقاومت میکنن و دست همدیگه رو میگیرن قفل میزنن که اینا دیگه به هیچ عنوان نتونسته بودن اینا رو از هم جدا کنن، میگن آقا اگر بازجویی هست ما باید دوتا با هم باشیم، به هیچ عنوان از هم جدا نمیشیم، که این مسئله یه خورده کش پیدا میکنه دیگه، درگیر میشن و بعد خیلی هم شدید که اونجا به اصطلاح مأمور به اصطلاح چی میگن رئیس ندامتگاه یا رئیس همون حفاظت اوین برمیگرده میگه که آقا شما باید اینا رو دستبند بهشون بزنید و بهشون برخورد کنید و حتما اینا رو از همدیگه جدا کنید، که اونا خانمای دوتا خانمای پاسیا برمیگردن میگن نه ما به هیچ عنوان نمیتونیم خشونت خرج بدیم چون اینا واسه ما قابل احترامن، من هیچ به هیچ عنوان نه دستبند میزنم نه باشون برخورد میکنم. بله. که این مامورای مرد به اصطلاح عصبانی میشن، اول به پاسیاران خودشون میپرن مجددا خیلی شدیداً توهینای نمیدونم ناجور و خیلی بد رکیک به آتنا و گررخ میدن، مجددا اینا رو خیلی با برخورد خشن اینا رو میخوان وارد یه ماشین ون بکنن که بهشون میگن که ما شما رو میخوان ببریم خارج از زندان، اینا مقاومت میکنن میگن خب ما که نمیدونیم کجا میخوایم بریم، آخه دلیلش به چه دلیلی به چه جرمی کجا میخوای شما ما رو ببرید، که دیگه خلاصه یک ساعتی اینجوری اینا هی کش و قوس داشتن درگیر بودن که مامورا حتی میزنن اینا رو خیلی شدیدن باشون برخورد میشه، خود همین آقای مردی که میگن رئیس حفاظت اوینه حمله میکنه به ایشون، حتی یکی دوتا مشت لغت هم به خود آتنای من و به گررخ زده بوده، که این یه خود طولانی میشه این قضیه، متاسفانه به زور اینا رو وارد ماشین ون میکنن حرکت میکنن خارج از زندان، بیرون زندان دوتا ماشین یکی جلو یکی عقب هم با مأمور به اصطلاح اسکورتشون میکنن که چهار تا آقام که خود آتنا گفته مسلح، حالا من نمیدونم اسلحه‌هاشون کلاش بوده نمیدونم جیسه بوده چی بوده، انگار مثل که قاتل میخواستن ببرن، نمیدونم با قاتل هم فکر نمیکنن انقدر خشن برخورد میکنن، در اصورت اینا رو سوار ماشین کردن و با اسکورت اینا رو برداشتن بردن قرچک، تا رسیدن اینجا تازه بهشون گفتن که بله ما شما رو اعزام کردیم قرچک به دستور آقای حاج مرادی و رئیس زندان. این تا اینجای قضیه بوده. متاسفانه آتنا همین من این دو روزی که اصلا موفق نشدم با خود آتنا صحبت کنم، خواهرش و مادرش با صحبت کرده بودن از وضعیت بد این ندامتگاه یا واقعا داره میگه که اصلا وحشتناکه، نمیدونم دیگه چی بگم، خب انسانن اینا هم که اینجا هستن، حالا ما بهشون میگیم آقا معتاد، اینا معتاد نیستن اینا یه جوری مریضن، خب هرچی معتاد کارتون خوابه نمیدونم بند خدایی که دیگه در و داغونن، یه سری هم که در حال ترک هستن اینجا، اصلا یه وضع وحشتناکی داره که من همین امشب ساعت هلوش نمیدونم 5-6 بعد از ظهر بتونستم که با آتنا به اندازه یک دقیقه باهاش صحبت کنم، که خود آتنا که خب تا اونجایی که من میدونم ماشاءالله سرسخته بسیار عالی. خب پس یعنی منظور شده. شما اینه که روحیش رو نباخته آتنا؟ نه اصلا اینجوری نیست، آتنا شرایط بدتر از اینم داشته. بله. شما نگاه کنید زمانی که مریض بودن وارد بیمارستان که شدن حتی میخواستن بهش دستبند بزنن و پابند بزنن، با اون حال بدش حاضر نشد تو بیمارستان بستری بشه، میگفت که آقا این حق من نیست که من با دستبند پابند توی پای من باشه. بله. خب من یه فعال مدنیم یه فعال حقوق بشرم. بله. در استحکام و مقاومت آتنا دائمی که هیچ شکی نیست و واقعا سودنی هست، همچنین پدران و مادرانی مثل شما که مثل کوه در واقع پشت این عزیزان که در واقع همونطوری که در اول صحبت هم گفتم سمبول های مقاومت مردم ایران هستند ایستادید، که واقعا این ایستادگی شما هم ستودنی هست. ما خیلی متاسف شدیم
ولی به هر حال میخوایم بگیم که در کنار شما هستیم و هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، ولی دوست داریم که توی این برنامه از زبان شما و مادر آتنا ببینیم که خواسته شما چی هست. در واقع همین الان که حدوداً ساعت 9:30 شب به وقت ایران هست، جمعه 6 بهمن 96، خواسته شما عزیزان چی هست؟ ارزم حضور شما خانم شب، دیگه خواسته که خب دیگه هر پدر مادر آرزوش اینه که فرزنداشون کنارشون باشن. بله. اونم مخصوصا مثل آتنا. من نمیخوام بگم آتنا تکه، همه بچه ها، همه جوان ها، نگاه کنید شما مثل همین گلرخ و خیلی از دیگه که الان توی این زندان های ما هستن، یه جورایی همه شون انسانن و همه شون یه جوری با هم ارتباط داریم. فکر میکنیم که اینا بچه های خود ما. شما اگه نگاه کرده باشید همین اخیراً تو همین اعتراضاتی که ایران چقدر جوان ها رو گرفتن. بله. که همه شون هم زیر 25 سال بودن. خب اینا خانواده دارن، اینا پدر مادر دارن، اینا کس و کار دارن. خب یکی حالا مثل من پیدا میشه، ببخشید اینو میگم، نمیخوام تعریف از خودم بکنم، یکی مثل من پیدا میشه مثل کوپ پشت بچهش وای میسته، یا مثل مادر آتنا یا مثل خواهرش. همه مثل ما نیستن، بعضیا از لحاظ فکری یا از لحاظ ذهنی شاید یه مقدار ضعیف‌تر باشن، ولی هر چی هم که باشن اینا بچه‌هاشونن، دوست دارن بچه‌هاشون در کنارشون باشه. منم مثل یه پدر مادرای دیگه، منم میخوام بچه‌هام در کنارم باشن، اونم مثل بچه مثل آتنا، مثل گررخ و امثال گررخ. واقعا دوست دارم، از صمیم قلب میگم، درخواست نمی کنم از نظام، از سران نظام، چون بچه من کار خطایی نکرده، بچه من یه فعاله. اگر این دولت، اگر این نظام خیلی 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 اگر یه مقدار انسانیت به خرج می‌دادن، یک مقدار اگر فکر می‌کردن، می‌دیدن فعالیت بچه من تو زمین چه زمینه‌ایه، عمرن اینا رو زندان نمی‌کردن. بله. شما نگاه کنید تو تمام دنیا یه همچین افراد رو سرش خودشون قرار میدن، رو سرشون میذارن. چرا؟ برای اینکه به فکر جامعه‌ان، به فکر آبادی کشور خودشونن، به فکر سلامت جامعه خودشونن. اگر یه کسی امروز اعتراض بکنه این مجرمه. اعتراض به چی؟ میگن آقا شما چرا مثلا اجازه میدید که ما تو این بله خب ارتباطمون ظاهرا قطع شد و ارتباطمون دوباره برقرار شد. اگر امکان این رو داشته باشیم با مادر آتنا دائمی هم کوتاه صحبتی بکنیم، صدای ایشون رو هم بشنویم و دوباره برمیگردیم به شما. به شما مادر آتنا دائمی، معصومه نعمتی عزیزم، سلام میکنم. میخواییم ببینیم که خواسته شما چی هست در رابطه با آتنا دائمی. سلام، منم خسته نباشی میگم به شما. مرسی عزیزم. من خواستم آزادی دخترمه. من الان اومدم اینجا، خیلی حالم بده و اینجا رو دارم میبینم، یه متروکه است، خیلی وحشتناک. من نمیتونم طاقت بیارم که دخترم چنین جایی باشه. من آزادی دخترم رو خواهانم، نمیخوام ببخشید جنازه‌ش رو تحویل من بدم بعد بگم خودکشی کرده. الو. بله بله، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. بله، من نمیخوام جنازه‌ش رو تحویل من بدم بگن که خودکشی کرده. من آزادیش خواهان آزادیشم، یعنی واقعا دیگه تحمل ندارم. الان هم اومدم اینجا با یه سردرد شدید، خیلی هم حالم بده و نمیخوام دیگه آتنا رو برگردونم اوین یا اینجا نگرش دارن، میخوام آزادش کنم. بله. نگن که این معتاد بوده خودکشی کرده، مثل جوانای دیگه که این دو سه هفته پیش کشتن و گفتن خودکشی کردن، معتاد بودن. آتنا بله. من نه معتاده نه قصد خودکشی داره، میخوام آزاد شم. بله. از مردم چه انتظاری دارید؟ از جوانایی که الان دارن صدای شما رو میشنون، زنانی که صدای شما رو میشنون، کل جامعه که داره صدای شما رو میشنوه، چه در داخل ایران، مردم داخل ایران، چه در مردمی که در خارج از کشور هستن، چه انتظاری دارید؟ حمایت. من فقط حمایت ما رو میخوام، حمایت هم کنن، ما رو حمایت کنن، ما رو تنها نذارن. همین. بله. خواسته زیادی ندارم، فقط حمایت.
بله، الان که بیرون زندان قرچک ورامین هستید، آیا تونستید ارتباط برقرار بکنید با داخل زندان؟ نه اصلا به هیچ عنوان، اصلا ما همین جلو درش وایسادیم، فقط اومدیم راهش رو پیدا کنیم ببینیم چه جور جاییه، چه جور مسیرش رو بشناسیم که ببینیم چه جوری. اصلا دلمون گرفته بود، تو خونه بودیم، گفتیم بریم جایی ببینیم بچه‌مون کجا آوردنش. بله. اومدیم، خیلی هم حالم بد، حالم هم گرفته. بله، خیلی ممنونم که خیلی بد این وقت رو به ما دادید و در این برنامه از وضعیت آتنا دائمی اطلاع رسانی کردید و خواستتون رو گفتید. اگر این امکان رو داشته باشیم در پایان هم با پدر آتنا صحبت بکنیم و ببینیم که به عنوان یک پدر که الان مقابل زندانی هست که به هر حال فرزندش که فرزند خود شما نیست به تنهایی، در واقع فرزند مردم ایران هست، خواسته پدر آتنا دائمی رو هم بدونیم و ببینیم که انتظارش از مردم در داخل و خارج از کشور چی هست. بله، من هم از مجدد سلام عرض می‌کنم. بله، خانم شمس، انتظار من اینه که مثل بقیه پدرها بخوام که واقعا تمام دنیا، همه دنیا، همه ملت‌ها بدونن که یه همچین شخصی، یه همچین انسانی واقعا جاش تو زندان نیست. بله. حالا من نمیدونم مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل، هر کاری که میتونن بکنن، نه فقط واسه آتنای من، واسه گررخ، واسه بچه های دیگه، واسه اونایی که واقعا بیگناه تو زندان های ایران هستن و به خاطر هیچ جرم ناکرده ای و به دلیل اینکه فقط یه پرونده واهی براشون درست شده و الان دارن حبس میکشن و حکمای سنگین دارن، من واقعا از مجامع بین‌الملل، از همه دنیا میخوام نگاه کنن ببینن واقعا اینا انسانن، اینا باید یه فکری به حالشون بشه، واقعا باید اینا رو ببینن همه دنیا. چرا آقا اگر طرف قتلم کرده باشه، خب آتنای من از اون اول فعالیتش مخالف اعدام بوده، خب میگه آقا شما اگر این اعدامو میخواید اعدامه بدین آیا درست میشه؟ نه. پس شما بیاین یه فرهنگ سازی کنید، بیاین درست کنید، بیاین جامعه رو ببینید. چرا یه شخص میره دزدی میکنه که باید بره دستش قطع بشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ آیا این از احتیاجات نیست؟ این از نیازش نیست؟ یه جامعه که روی گنج خوابیده، روی گنج نشسته، که از منابع این مملکت، از دارایی این مملکت کشورهای همسایه دارن استفاده میکنن ولی ملت خودمون استفاده نمیکنن. من از همه دنیا میخوام، از همه مجامع بین المللی میخوام واقعا یه نگاه واقع بینانه داشته باشم به این مملکت و به این مردم. گناه دارم، اینا جاشون زندان نیست. بله. چرا باید زندان باشن؟ من خواستم همینه. ممنونم از شما که خیلی ممنون از شما عزیزان که در این برنامه حاضر شدید و همچنین از خواهران آتنا دائمی و همه کسایی که به هر حال این فشار و سختی الان روشون هست ولی با این حال میان تو برنامه ها حاضر میشن، اطلاع رسانی میکنن. خسته نباشید میگم بهتون. از طرف خودم و همکارانم دست هر دوی شما عزیزان رو به گرمی میفشارم و ازتون میخوام که حتما از آتنا دائمی ما رو خبردار بکنید. متشکرم ازتون، ممنونم، تشکر میکنم از زحمتایی که میکشید، صمیمانه صمیمانه از همتون تشکر میکنم. با تشکر، شبتون بخیر. قربان شما، خداحافظ. بله، شنیدید صحبت‌های پدر و مادر آتنا دائمی رو، ولی در انتها جا داره که به هر حال ببینیم که برای اینکه دیگه شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم که با اقدامات خشونت بار و حتی ضرب و شتم زندانیان سیاسی و فعالین اجتماعی حکومت اسلامی بخواد مردم رو ساکت بکنه، قطعاً باید اقداماتی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. اولین راه اینه که باید بتونیم وسیعاً اطلاع رسانی بکنیم از وضعیت این عزیزان و اقداماتی که صورت گرفته. به هر حال شبکه‌های اجتماعی میتونه ظرف بسیار مناسبی برای به راه انداختن گفتمان بر سر این مسئله باشه. با این مضامین که زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن. یک نکته دیگه که در شبکه‌های اجتماعی باید حتما روی اون تأکید بشه اینه که با سرکوب و اقدامات خشونت بار و برخوردهای این چنینی و ضرب و شتم
فعالین به نوعی حکومت جمهوری اسلامی میخواد زهر چشم بگیره از جامعه ایران و مردم رو ساکت بکنه که این هرگز امکان پذیر نیست و تمام طول این مدت نشون داد که مردم علی‌رغم این سرکوب ها نه تنها ساکت نمیشن بلکه به این حکومت سرکوبگر اعتراض هم میکنند. نکته دیگه ای که میشه روش کار کرد و فراخوان هایی رو داد اینه که مقابل زندان ها تجمع کرد. همین الان که ما صحبت میکردیم ساعت از 9 شب ایران گذشته، پدر، مادر و خواهر آتنا دائمی مقابل درب زندان قرچک ورامین هستند. چه خوب که با این عزیزان همراهی کنیم و مقابل این زندان و زندان‌های دیگه تجمع صورت بگیره و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری زندانیان سیاسی بشیم. یه نکته دیگه که خیلی مهم هست با توجه به وضعیت جسمی آتنا دائمی، باید به جد خواهان رسیدگی فوری پزشکی به آتنا دائمی و دیگر زندانیان سیاسی بشیم که از نظر جسمی وضع مناسبی ندارند. یه نکته دیگه اینه که باید به نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق انسانی حتما نامه هایی رو بنویسیم، براشون ارسال بکنیم و اعلام همبستگیشون رو بخوایم و فشار بیاریم بهشون که باید حتما با جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت سرکوبگر و ناقض آشکار حقوق انسانی اعتراض بکنن. و یه نکته دیگه ای که میشه این روزها به کار گرفت دیوار نویسی هست. میبینیم که در گوشه و کنار همه شهرهای ایران از زمانی که اعتراضات سراسری شروع شده دیوار نویسی های مختلفی در اعتراض به وضعیت موجود، در اعتراض به سران حکومت جمهوری اسلامی صورت میگیره و حتی مردم مطالبات خودشون رو مینویسن. باید بنویسیم که آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و دیگر زندانیان سیاسی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن. به اشکال مختلف میشه از این عزیزان حمایت کرد و در شبکه‌های اجتماعی گسترش داد. حتی با یک کاغذ آچار به این شکل. میشه همچین کاغذهایی رو با مطالباتمون مزین کنیم و در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنیم. هر یک حمایت میتونه گام بزرگی در راستای مبارزات مردم ایران و در راستای آزادی سریع این عزیزان باشه. تا برنامه بعدی همه شما رو به روزها و شبهای خوب می سپارم. لازم بگم که اتفاقا هیاهو و سر و صدا کردن ببخشید اصلاحی میکنم خیلی بهتر هست برای اهداف زنان، چون همطوری که میدونین دیگه زنان داخل ایران هیچ رسانه ای ندارن و هر فعالیت صلح‌آمیزی که بوده تقریبا جلوش گرفته شده. وقتی که خود جمهوری اسلامی قانونی رو تصویب میکنه و میگه که هر تجمعی که بدون حمل سلاح باشه غیر قانونی نیست و نیاز به مجوز نداره، اما اکثر ماها رو که بازداشت کردن و بابت مثلا اتهام اجتماع و تبانی به ما حکم های سنگین دادن همین فعالیت ها بوده، همین فعالیت های صلح‌آمیز بوده که جلوش رو گرفتن و انگ امنیتی بهش دادن. در واقع ما هیچ صدای داخل ایران نداریم و از طریق صلح‌آمیز بودن فعالیت هامون نمیتونیم کاری انجام بدیم. اتفاقا به نظر من بهتر هستش که رسانه‌ای بشه، به نظر من بهتر هستش که تمام دنیا این قضایا رو بدونن، همونطوری که این اخیراً در مورد این جنبش که توی لهستان من لازم بگم که اتفاقا هیاهو و سر و صدا کردن خیلی بهتر هست برای اهداف زنان، چون همونطوری که میدونین دیگه زنان داخل ایران هیچ رسانه‌ای ندارن و هر فعالیت صلح‌آمیزی که بوده تقریبا جلوش گرفته شده. وقتی که خود جمهوری اسلامی قانونی رو تصویب میکنه و میگه که هر تجمعی که بدون حمل سلاح باشه غیر قانونی نیست و نیاز به مجوز نداره، اما اکثر ماها رو که بازداشت کردن و بابت مثلا اتهام اجتماع و تبانی به ما حکم های سنگین دادن همین فعالیت ها بوده، همین فعالیت های صلح‌آمیز بوده که جلوش رو گرفتن و انگ امنیتی بهش دادن. در واقع ما هیچ صدای داخل ایران نداریم
و از طریق صلح آمیز بودن فعالیت همون نمیتونیم کاری انجام بدیم. اتفاقا به نظر من بهتر هستش که رسانه‌ای بشه، به نظر من بهتر هستش که تمام دنیا این قضایا رو بدونن. همونطوری که این اخیراً در مورد این جنبش که توی لهستان راه افتاده بود در رابطه با سقط جنین، خب از کشورهای دیگه هم همراهشون بودن، همراهیشون کردن، رسانه‌ای کردن. خب شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد هیچ جای دنیا نمی‌فهمید که یه زنانی در بخشی از دنیا دارن برای یک حقی مبارزه می‌کنن و ممکن بود که با نظراتشون حتی بخوان بدتر بکنن شرایط رو براشون. ولی خب الان متوجه شدن و حتی ما هم نسبت به این آگاه شدیم که ما هم میتونیم برای یک همچین قضیه‌ای مبارزه کنیم و حقمون رو بخوایم. صدا بر من قطع شد. باید اتفاقا به نظر من حیاهو داشته باشه جن، همونطوری که اخیرا شاهد هستیم دیگه. خب وقتی میان در مورد دوچرخه سواری همچین چیزی رو اعلام میکنن، اگر که زنان میومدن به ایران با دوچرخه میخواستن حرکت بکنن، صد درصد جلوشون رو میگرفتن و بازداشت میکردن. ولی الان نمیتونن این کارو بکنن، چون همه دنیا میدونن که زنان دیگه مخالف این فتوا هستن، مخالف این قانون هستن و دارن نشون میدن اعتراض خودشونو. پس حالا فشارهای بین‌المللی، رسانه‌ای سبب میشه که این اذیت و آزارهایی که به فعالین و حالا مبارزین و یه جوری مردم عادی که دارن حقشون رو میخوان کمتر بشه. بحث حجاب به نظر من مربوط به زنان سراسر دنیا است، نه فقط ایران و نه فقط ایرانیایی که در خارج از کشور هستن. این به زنان کل دنیا مربوط میشه و همین زنانی که الان مطمئن کنم در خارج از کشور هستن دارن باعث این آگاهی ها میشن. و اینا شما تصور کنید توی جمهوری اسلامی که خب صدا و سیما و رسانه‌ای که داره همش محدوده، همش به نقش زنان در خانه، در خانواده، در همسرداری و بچه داری پرداخته شده و توی جامعه هم داریم میبینیم خب میخوان حجاب رو تحمیل کنن از طریق گشت ارشاد، از طریق حالا هر طریقی که خودشون دارن. نقشی که رسانه‌های خارج از کشور داشتن تو آگاهی مردم خیلی مهم بوده، اونها بودن که مردم رو آگاه کردن که ما این حرفو زدیم.